خوش اومدین به یه سری دیگه از صحبت‌های دکتر مجتبی شکوری. اگر پارت‌های قبلی رو ندیدین، آخرین ویدیو براتون میذارم، دو تا شو برین نگاه کنین. بچه ها خیلی آدم پخته‌ایه، عجیب غریب آدم با علمیه و صحبت‌هایی که میکنه واقعا دور از اینکه بار مثبت زیادی داره و صحبت‌های سنگینی میکنه، میتونه صحبت‌هاشون، میتونه حرفاشون توی زندگیامون تاثیر بذاره، میتونه باعث بهتر فکر کردن ما توی بعضی از موارد بشه. داخل این قسمت میخواد راجع به حق سکوت صحبت کنه. حق سکوت یعنی چی؟ یعنی که در بعضی از موارد که نباید صحبت کنیم ولی صحبت میکنیم، چجوری جلوی خودمون رو بگیریم که صحبت نکنیم. من دکتر نیستم اینجوری دارم حرف میزنم، ولی الان میخوایم بریم صحبتهای یه دکتر واقعی رو به استرا گوش بدیم. آقا از دستش نده این ویدیو رو، عجیب غریب آدم با علم و آدم پریه. قبل از اینکه البته بریم سراغش، یادم رفت اینو بگم، میتونید سرعت پخش ویدیو رو از داخل تنظیمات روی 1.5 بذارین تا با سرعت بیشتر ویدیو پلی بشه، کمتر خسته بشین و وقت با ارزشتون کمتر از بین بره. اوکی بریم سراغش. پاسکال یه جمله‌ای داره، میگه همه مشکلات بشر ناشی از اینه که برای دقایقی نمیتونه روی صندلی بشینه و هیچ کاری نکنه توی اتاق. یه سری پژوهشگر اومدن این جمله پاسکال رو به محک آزمایش گذاشتن. این دوتا دانشگاه یه عده داوطلب آوردن و بهشون گفتن که بعد 20 دقیقه توی اتاق بشینن. حق ندارن بخوابن، حق ندارن گوشیشون همراهشون باشه یا هیچ وسیله ارتباطی، با کسی هم نباید حرف بزنن. و یه دکمه رو اون صندلی هست که بهشون شوک الکتریکی میده اگه خودشون فشار بدن. قبلش اینو تست میکنن، شوک دردناکه، هیچ کدوم دوست ندارن این شوکو دریافت کنن. ولی به طرز عجیبی آدما وقتی تو اتاق میشینن، وقتی دقایقی میگذره، انگار این سکوت جوری آزارشون میده که به طرز عجیبی شروع میکنن به خودشون شوک میدن. 67% مردان و 25% زنان در این آزمایش به خودشون شوک دادن. روان انسان، ذهن انسان که میتونه ساعتهای طولانی عمیق شه روی موضوع، تو دیدن یه فیلم، تو نوشتن یه متن یا خوندنش، ببین چقدر توجه ما مجروح شده و تکه تکه شده که ما نمیتونیم برای 20 دقیقه در یک جای آرام بشینیم. آخرین نسلی هستیم که دنیای بدون اینترنت رو به یاد میاریم، ولی فرزندان ما اساساً در دوره اینترنت به دنیا اومدن. ولی ما میدونیم که در اون بتالت کودکی، در اون ساعت‌ها دنبال کردن یه حشره یا دیدن یه درخت، چه عمقی در واقع نهفته بود. من میخوام بگم ما دچار فقر تجربه ایم و به طرز متناقضی به خاطر وفور تجربه‌های تحریک‌آمیز دچار فقر تجربه ایم. یعنی انقدر تجربه‌های متوالی هیجان انگیز رو با همین گوشیمون، با چشمامون در واقع میجویم، با دیدن گوشی مثل آدم سه چشم، که اساساً اون عمق رو و اون تجربه‌های اصیل رو دیگه درکی ازش نداریم. جمله ژیل دلوز میگه که ما باید حق اینو داشته باشیم که وقتی چیزی برای گفتن نداریم چیزی نگیم. میدونی از حق سکوت حرف میزنه، میگه زمانی دهانها رو میبستند حکومتها، ساختارهای اقتدار، برای اینکه آدمها چیزی نگن، اینطور اقتدارشون اعمال میکردن ساختارها. ولی الان شکل اعمال اقتدار به طرز پارادوکسیکالی تغییر کرده، آدمها رو وادار میکنن چیزی بگن و ما عمق رو اینجا از دست میدیم. این جمله بی نظیر دلوز و سعدی هم در قرن 7 گفت. دو چیز تیره عقل است، زایل کننده عقل، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. آفرین. ما باید این حق رو داشته باشیم، همینطور که سعدی میگه، که تا وقتی چیزی برای گفتن نداریم چیزی نگیم، تا وقتی چیزی میگیم چیز قابل گفتن و عمیقی رو بتونیم بگیم. از این ترس داریم که نکنه در جریان نباشیم. میدونید دائما باید در جریان باشیم و یه دلیل تکاملی هم داره، برای اینکه اگه صدها هزار سال، ده ها هزار سال قبل ما تو قبیلمون در جریان اتفاقات نبودیم، ممکن بود حذف شیم، کشته شیم. باید حواسمون میبود که چه خبره تو جامعه، کی داره قدرت میگیره، میدونید اتفاقات قبیله چیه. الان هم همینطوره و الان هم ما با گوشیامون انگار دائما در ترس اینیم که نکنه چیزی رو میس کنیم. دیدین آقای سعد، گم میشیم توی ماشین، داریم رانندگی میکنیم با مثلا نرم افزار مکانیاب، بریم یه جایی و درست اونجا صدای موسیقی رو کم میکنیم، به بقیه آدمای تو ماشین میگیم ساکت باشن که راه رو پیدا کنیم. و من فکر میکنم ما با همین استعاره باید این بار هم و اینجا هم چون این کاری کنیم، کمی صدا رو، کمی هیاهو رو کم کنیم و از خودمون بپرسیم که آیا راهی که میریم درسته، و یه بار دیگه بازاندیشی کنیم. ما همه چی فراموش کردیم آقای سعد، حتی اینکه فراموش کردیم و فراموش کردیم.
میدونید، حتی اینکه اون عمق رو از دست دادیم رو دیگه به یاد نمیاریم. میبینیم بدون اینکه ببینیم، میشنویم بدون اینکه چیزی رو واقعا شنیده باشیم. میدونید در یه دنیای یک لمس سطحی از اتفاقات و پدیده ها داریم. عمق رو از دست دادیم، با دوچار مرگ عمق شدیم در جهان مدرن. یه ترس بنیادین داریم، استراب زیستن که با ماست، و هر جا فراغتی رخ بده که اون حمله های وجودی، اون پرسش های بنیادین به سطح بیاد، بلافاصله گوشیمونو برمیده یه کاری میکنیم که فکر نکنیم. یعنی ریشه این تمنای ما برای وصل شدن به جهان مجازی این ترس های وجودیه، در حالی که سکوت به نظر من مثل شکافی در دیوار جهانه که ما میتونیم چشممونو بذاریم اونجا و برای لحظاتی اون بره دیوار رو ببینیم. یه پرفورمنس آرت فوق‌العاده سال 2010 خانومی اجرا کرد، خانوم مارینا آبراموویچ، خیلی فوق‌العاده بود، در نیویورک. اینجوری بود که او 736 ساعت و 30 دقیقه ساکت روی صندلی نشست. یعنی آدم ها میومدن، اسمش همین بود، هنرمند حاضر است. آدم ها میومدن میدیدنش و او در سکوت فقط زل میزد به این آدم ها. و تجربه مارینا آبراموویچ خیلی شنیدنیه اینجا. اینکه خودش تعریف میکنه که خیلی شبیه یک تجربه معنوی بوده، اینکه این مهمترین تجربه زیسته همه عمرش بوده، اینکه چطور این سکوت کمک کرده صداهایی رو بشنوه که در حالت عادی ما نمیشنویم. میدونید کم کم اول همون صدای هیاهوی موزه رو میشنیده، چیزی که همه ما توی موزه شلوغ دریافت میکنیم، بعد آروم آروم صدای ماشینهای بیرون موزه، بعد صدای پرندههای روی درختهای نزدیک موزه، و عمقی رو تجربه کرده که بی‌نظیر. بالی جزیره در اندونزی یه روزی هست که خیلی هم جای توریستی ها، ولی فرودگاه بین‌المللی 24 ساعت بسته میشه، اینترنت و حتی برق قطع میشه و آدم ها یک روز سکوت میکنن و خیلی تجربه عظیمی رو از سر میگذرونن. سالشون رو مرور میکنن، رنج هاشون رو مرور میکنن، معنای زندگیشون رو بازاندیشی میکنن راجبش. انگار اون زندگی اندیشیده‌ای که سقراط در موردش حرف میزنه رو تو اون یه روز دوباره میسازن. فعالیت روزانه در خدمت چی آقای صحت؟ این ریتم سریع دویدن و دویدن در خدمت چیه؟ به قول بودریار ما شبیه مردمی شدیم که سیب زمینی میکارن که سیب زمینی بخورن که بتونن سیب زمینی بکارن. میگن زئوس از دست فرزندش تانتالوس خیلی عصبانی شد و فرستادش برای مجازات به سرزمین ماورایی، و خودش رو یهو پیدا کرد توی استخر خیلی زلال، در حالی که شاخه های درختان میوه ها رو آویزان کرده بودن. دست دراز کرد که میوه بخوره و شاخه ها رفتن عقب. دست دراز کرد که آب زلال رو بنوشه و آب رفت عقب. یعنی همه چی اونجا بود ولی دستش دراز بود، دستی که به تمنا تا جای ممکن دراز شده ولی به چیزی نمیرسه. به این میگن نفرین تانتالوس. من فکر کنم همه ما در دنیای مدرن دچار نفرین شدیم، با دست‌هایی که در تمنای چیزهای مختلف دراز میشه ولی انگار به هیچی نمیرسه. این مشت پر از هوا و خالی و پوچ برمیگرده و دوباره دراز میشه. برای اینکه این مشت پر شه از شهود، از کشف، از لذت زندگی، ما باید ملال رو طاقت بیاریم. یعنی جایزه طاقت آوردن ملال تجربه عمقه. هیچ آدمی نمیتونه عمق رو تجربه کنه مگر اینکه ملال رو اول زندگی کنه، یعنی اینکه اجازه بده حوصله‌اش سر بره. مولوی میگه که آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. دقیقاً همینطوره. به عمیق‌ترین شکل ممکن مولانا اینو توضیح داده. واقعا اگه مولانا الان یهو تو دنیای ما وسط چهارولی از خودشو میدید دیوانه میشد. اصلا حرف من این نیست که ما کناره بگیریم از جهان، انزوا میدونید نه، حرف من اینه که در جهان باشیم ولی مناطق حفاظت شده ای برای ذهن و تجربه‌مون داشته باشیم. نیم ساعت در روز، نیم ساعت در روز این ریتم رو متوقف کنیم. مثل کشتی در آب که در آب در جامعه است اما آب بهش نفوذ نمی‌کنه. یعنی در جریان جامعه داریم زندگی میکنیم، میدونید فعالیت میکنیم، ولی مواظبیم که نشت نکنه همه وجود ما رو این جهان مسخر خودش کنه. در یه شهری در آمریکا به نام اوکلند یه اتفاق جالبی افتاد. ماجرا این بود که همه درختای با تنه قرمز که مخصوص ساخت قایق و کشتی بودن کلا اونجا قطع شده بودن. یعنی هیچ درختی با این ویژگی دیگه اونجا نبود. 1969 یه در واقع جهانگردی یه درخت با همین ویژگی‌ها پیدا میکنه که به طرز عجیبی قطع نشده. اما چرا قطع نشده؟ چون دور از دسترس بوده.
چون جایی بوده که به سادگی نمیشد دیدش، نمیشد پیداش کرد، وگرنه اونم قطع میشد. میدونین میخوام بگم ما تو جهان باید همچین نسبتی داشته باشیم، کمی دور از جهان باشیم. من فکر میکنم این درخت مثل یک پیامبره که به ما این پیام رو میده که کمی انزوا میتونه به حفظ ما کمک کنه. دنیا انگار میخواد ما رو مصرف کنه. عیبی نداره دستاورد داشته باشیم، بجنگیم، به آرزوهامون برسیم، دنیا رو جای بهتری کنیم، ولی وقتی ما میتونیم این کارها رو بهتر انجام بدیم، وقتی میتونیم اثری ردپایی در شن زمان در جهان بذاریم که بتونیم بخشی از خودمون رو برای خودمون نگه داریم. سکوت اینجا خیلی چیز ارزشمندیه. آقای سعد، یه نکته مهمم درک سکوت درونه. دنیای ما دنیای خیلی شلوغ فلوغیه، ولی مهمترین جنس سکوت، سکوتی که ما درونمون تجربه میکنیم. مثل فوتبالیستی که اکثرشون این تجربه رو میگن که در یک استادیوم 100,000 نفره پر از هیاهو لحظه هایی رو از شهود تجربه میکنن که صدای هیچ چیز رو نمیشنون. بتهوون وقتی سمفونی نهم رو ساخت تقریبا ناشنوا شده بود، با صداهای توی سرش سمفونی نهم رو نوشت. وقتی اولین بار در وین اجراش کرد باید بر میگشته ببینه جمعیت دارن هو میکنن یا دست میزنن. شنیدم که اصلا داشتن جمعیت به شدت تشویق میکردن. آره. و بتهوون پشت به جمعیت پشت به جمعیت برش میگرد، بعد برش میگرد و بعد پلیس وین میاد دخالت میکنه برای اینکه نظم رو برگردونه. چرا سمفونی نهم انقدر فوق العاده است؟ به نظر من به خاطر اینکه این آدم به خاطر ناشنواییش با صداهای توی سرش، نه با صداهای پیرامون ساختنش. خیلی حرف قشنگی زد. یه جا من واقعا احساساتی شدم، گفتش اگر میخوای رد پایی داخل شن زمان از تو به جا بمونه، در واقع باید یه قسمتی از خودت رو همیشه برای خودت نگه داری. اینقدر فرق بین من خیلی کمه، اینقدر 10,000 برابر این، اینقدر فرق بین من با این آقا بود. با من دو کلمه حرف میزنم حاجی میزام. خیلی باحال حرف میزنه حاجی، من خیلی دوستش دارم، اصلا عجیب غریب خفره. یه چیزی هم بگم راجع به کسایی که اهمال کارن. بچه ها دیدین مثلا یه کاری رو دارین هی میندازینش فردا، میندازینش پس فردا. این که خیلی خفن بود، اصلا من راجع به نمیتونم صحبت کنم، به خودم اجازه نمیدم که نظری بدم، اینقدر که کامل بود واقعا صحبتاش. ولی راجع به کسایی که اهمال کارن و صحبتای یعنی کارهای امروز رو میندازن به فردا و کارهای فردا رو میندازن به پس فردا، میخوام چیزی بگم. اگر میخواین یه کاری رو ترک کنین و دیگه، یعنی اگر میخواین اهمال کاری رو ترک کنین و دیگه دچار اهمال کاری نشین، بهتون پیشنهاد میکنم یک روز از روزای سال رو، در روزای ماه رو به اصطلاح فقط یه کاری رو انجام بدین. یعنی مثلا من میگم 15 این ماه، 15 هر ماه من هیچ کاری نمیکنم، اصلا سمت گوشی نمیرم، سمت کامپیوترم نمیرم، سمت بازی کردن نمیرم، سمت آهنگ گوش دادن نمیرم، سمت کارهایی که لذت بخشن نمیرم و فقط کارهایی رو انجام میدم که حوصله‌ام رو سر میبره، مثل کتاب خوندن، مثل چه میدونم به اصطلاح شستن ظرفا، تمیز کردن خونه، و کل زمانم رو میذارم برای به اصطلاح تنها بودن خودم با خودم، تنها بودن خودم با کتابم، تنها بودن خودم با عروسکای اتاقم حتی، میدونید میخوام چی بگم. و وقتی که حوصلت سر میره به اون نه تنها به اون شناخته میرسی، حالا اون زنه مثلا 500 ساعت 700 ساعت نشسته بود یه جا و به اون درک رسیده بود، ولی نه، میخوام بگم که وقتی حوصلت سر میره باعث میشه که دوپامین مغزت، یعنی مغزت دوپامین آزاد کنه و دوپامینای هرزه از ذهنت میره بیرون. با گوشی بازی کردن و یا تلویزیون دیدن، فیلم دیدن، 20 تا 25 تا مثال میزنم دوپامین توی مغزت آزاد میکنه، ولی کتاب خوندن 5 تا دوپامین آزاد میکنه. شما فکرشو بکن، کل ماه بالای شاید 1,000 تا دوپامین آزاد شده توی ذهنت، توی مغزت، و توی یک روز میخوای دوپامین زدایی کنی. یعنی توی اون یک، بچه ها کار سختیه ها، فکر نکنین کار آسونیه. اینکه از صبح تا شب هیچ کاری نکنین واقعا دیوونه کننده است و واقعا هم جواب میگیره. کسایی که اهمال کارن این کار رو انجام بدن، به نظر من میتونه بهشون کمک کنه تا به مرور زمان کاری که دارن رو همون لحظه انجام بدن. میدونین مثلا نندازنش پشت گوش، نندازنش فردا، نندازنش پس فردا. آقا من عجیب غریب حال کردم با این صحبتاشون، اصلا دلم خواست که دکتر باشم. خیلی صحبتهای واقعا پرباری بود.
عجیب غریب صحبت ها اصلا عجیب غریب بودن. میگم نمیتونم حرف بزنم در قبال این آقا. آقا ما خیلی مخلصیم، دوستتون داریم زیاد، امیدوارم تو ویدیوهای بعدی ببینمتون. درود بر شما.